برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک پژوهش جدید پیشنهاد می دهد که بازگرداندن نمونه احتمالاً بهترین راه ما برای یافتن حیات مریخی است، البته اگر چنین چیزی وجود داشته باشد. طبق یافته های یک پژوهش تازه، ربات هایی که در حال حاضر مریخ را کاوش می کنند احتمالاً نمی توانند رد پاهای بالقوه حیات روی سیاره سرخ را شناسایی کنند. بر اساس تحقیقات انجام شده، علائم حیات در مریخ شاید مخفی تر از چیزی باشد که مریخ نوردها بتوانند شناسایی کنند. فرماندهی ارتش ایالات متحده آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد که در حمله پهپادی این ارتش یکی از اصلی ترین رهبران سنی های تندروی داعش که در حال طراحی و برنامه ریزی برای حمله به اروپا بود در شمال غربی سوریه کشته شد. در این بیانیه آمده تروریست کشته شده خالد احمد الجبوری نام داشته و کشته شدن وی برنامه و طرح‌های داعش برای حمله به خارج را متوقف نموده و با مشکل مواجه کرده است. منابع محلی و رسانه اعلام کردند که استرالیا استفاده از تیک تاک را ممنوع می کند. وزیر دادگستری استرالیا امروز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور نرم افزار چینی تیک تاک را روی دستگاه‌های دولتی ممنوع خواهد کرد. این ممنوعیت به دنبال هشدار مقام‌های غربی مبنی بر اینکه چین می‌تواند از این اپلیکیشن برای جاسوسی از کاربران و دستکاری در بحث عمومی استفاده کند، دنبال می‌شود. ایالات متحده آمریکا هم طی چند ماه اخیر به مقابله با این نرم افزار پرداخته است.